توانا بیا پایین. این بستر رو بگیر، از کنار ماشینم تکون نخور، حواست هم خیلی جمع بشه. تو ما برد بفرمه شما بفرمه داوانی 15 شما نمونه کسی بفرمه بارو دو دربان هستا داوانی 15 شما نمونه کسی ها با مدیونی نترش یاسمون امنی داشتین آقا؟ سلام علیکم. سلام قربان. مسئول این سالن شما هستیم. با اجازه شما. راننده اون کامیونی که بیرونه رو میشناسیمش. کدوم کامیون؟ آقا جون، داداش، توانی 15 نیستی؟ ساعت دفعه کی حرف نمات بزن قربون تو برم بیوک. الان اینجاست. تلفن اینجا داشت صحبت می‌کرد. پار جان. رفت. رفت. همین 2 دقیقه پیش رفت بیرون. بیرون؟ بله. ببینم. تاهر رو ندیدی؟ کیو؟ راننده این کامیونو. تاهر رو میگه رفیقمون، راننده ماشین. آره میدونم. یه دقیقه پیشم اینجا بود. همینجا واسه. کجا رفت؟ والا فکر کنم سواری این اتوبوسی شد رفت. کدوم اتوبوس؟ همین اتوبوسی که اینجا واسه بود. اینو بذار زمین با من بیا. کار دارم مشتری. بهت میگم بیا تو آشناته. برو شما، برو گرفتار اون کرده دیگه. بدو. من خودم برات میگم. بدو. تو همینجا باش. خودم میرسم. چه اتفاقی افتاده؟ یه بالا یه چند لحظه بیشتر مزاهم نمیشه. کدومشونه؟ خب نگاه کن ببین کدومشونه. پس چی شد؟ اینجا نیست همسر. مطمئنی؟ دروغم چیه؟ تو این جماعت نیست دیگه. خیلی خب برو پای همگی باید ببخشید. معطل شدین. معذرت بخوام از همگی. ممنون. قربون شما خواهش. مرکز توجه بفرمایید 23 هستن. مورد متواری شده. محبت بفرمایید دستور بدید قبل از تاریکی که هوا تمام راه‌های ورودی شهر سریع ببندید. اینقدر نگرانی نداره دختر، ماشینه دیگه، درد سر داره، خراب میشه. یادت نیست اون دفعه ماشینش رو بیابونی گیر کرده بود؟ چند دفعه تا حالا تا نصف شب دیر کرده. اما همیشه تلفن میکرد. خب شاید تلفن در دسترسش نبوده، تو بیابون مونده.
بی خودی دلداریم ندین آقا جون. میدونم یه اتفاقی افتاده، وسط بیابونم که ماشینش خراب شده باشه یه زنگ به من میزد. میدونه دلشوره میگیرم، میدونم یه اتفاقی افتاده. چه اتفاقی افتاده دختر؟ شایقه که بهش نزده. خب ماشین توی بیابون ممکن خراب بشه. حالا من میرم گاراژ سوال میکنم، حتما اونا مطلع هستن دیگه. تو راجو بشین جا. الان اومدم. بفرما. نگفتم نگران نشو. اومد. عدی شب تولا هم اعصاب من داغون کردی هم اعصاب خودتو. من میگم در واسه. گریه نکن. باید براش اخم بکنی. تو هم بهش نمیخندی یا؟ ما رو اینقدر ناراحت کرده. خدای شکر. سلام علیکم. سلام از ماست. منزل آقای نادری؟ بله. افسر تجسس هستم. ببخشید، طاهر فردوس داماد شما هستم؟ طاهر؟ بله. میشه بیام تو؟ چی شده آقا جون؟ پس چرا تو نمیای؟ نکنه میخوام. آقا طاهر دوماد شما مزنون ماست، چون محموده بیداشته که مشکوکی بیداش. مشکوکی بیداش؟ بله. مواد مخدر. چی شده آقا جون؟ مواد مخدر برای طاهر اتفاقی افتاده؟ صدای ضبط بلند کرد، صدا به صدا نمیرسه. بچه مارشده باز چی خفه کردی؟ با اون چی کار داری؟ خب بابا یه چایی برات ریختم، یخ میکنه، صابونتو بخور دیگه. یادت هاتی یه موقع یه ساعت میل میزدم یه نفس. همین الانش هم بخوای میتونی بزنی، ولی بعدی خودم فکر سلامتیت باشی، برات خوب نیست. همین رادیو دیروز گوش میکردم، میگفت ورزش باید مناسب سن و سال آدم باشه دیگه. ببین نکنه میخوای بگی ما پیر شدیم و زورمون در رفته؟ آره؟ ایوا استغفر الله آقا، این چه حرف بدم نمیتونه کلمه به شما حرف بزنه. شما تو شسته منو نکنین تو قبر را دست وردار نیست. یکی ببین خراب شد اون قبری که بخواد تو رو همم بیگیره. این خونه هم بدونه تا واسه من قبرستونه. دورت جون آقا، این چه حرفیه میزنی؟ شما مشالله هر سال بهتر از سال قبل میشی. اصلا از فردا دو ساعت میل بزنی، ولی تو رو خدا دیگه از این حرفا نزنی. ببین تو خواهد سر حرفا با کردی ها. من غلط کردم آقا. شما حالا چلچلیتون تموم بشو نیست، 100 سالتونم که بشه هنوز تو چلچلی هستی. خب حالا بیبریم چایی بخوریم یخ کرد. آتی. بله. ببین بچه رو کی میتونیم ببینیم؟ دیگه همه امرو فردا باید بیان دیگه، من که زنگ بهشون میزنم امروز. بینم این بالا رو واسه اونا برق و برق انداخته دیگه. نه خب آره دیگه، شاید دلشون خواسته که 2 روزی بمونن، اقلا یه جا داشته باشن. میگم شما یه تعارفی بکنیم. نه من نه، خودت تعارف کن. همون زبونایی که بلدی بریزی. چشم، من تعارف میکنم. با چی شد؟ تا کجا رفتی؟ آتی. بله. میگم خوب میشه ها. چی؟ اینکه بچه ها بریزن تو این خونه و بازی کنن، بزنن به تیپ هم دیگه، غرب کنن، آشتی بکنن، چرخ سواری کنن، بپرن تو استرخواب بازی کنن. انشالله. میدونی آتی
میخوام پسر طاهر 2 سالش که شد بذارم ورزش بکنه. یعنی میل بزنه؟ گرفتی مراتی؟ ورزش بچه ها بدوه، شنا بکنه، ورجی ورجی بکنه. میدونی؟ میخوام پراپی قرص بار بیاد، همچی روپا. خیلی خوب، حالا ببینیم یه چایی بخوریم، ورزش اون وروجا که قربونش برم بمونه واسه بعد، وقت زیاده. باش بیا بریم. کیه؟ اومدم. سلام. سلام آقا. علیک. ببین. بله آقا. هر کی بود ردش کن بره. صاحب جامعه حال کار و حساب کتاب و این چیزا رو نهارم. چشم آقا. خیلی خوب دیگه، قلو ولی ردشون بکنم. ببین آتی. بله. میخوام اگه بشه یه باقی، باغچه‌ای، یه چهاردیواری چیزی طرف های دماوند بخرم. تعطیلات که میشه بچه ها رو بریزیم توش و بریم اون طرف ها حالا هون. بابا کارتون چی میشه؟ کارم کمی تعطیل میکنم دیگه. تازه مگه فکر میکنی چه قراره؟ یه نیشه استارت گازشو میگیرم یه ساعت و نیمه دیگه اونجا. آقا غلام علی، مگه نگفتم؟ از کلانتری اومدن. کلانتری واسه چی؟ این جوان هست. صابر بیا. سلام آقا. علیک سلام، بفرمایید. شما آقای حشمت فردوس هستین؟ بله هستم. شما برو تو. پدر طاهر فردوس؟ بله. ایشونم اینجا هستن؟ خیر، اون الان خواهش خونه داره. ولی خونه شونم نبودن. چیزی شده جناب سروار؟ ما حکم بازرسی از منزل رو داریم، با اجازتون میخواییم تو رو ببینیم. ممکنه بپرسم قضیه چیه؟ میشه خواهش کنم بریم داخل؟ آله بفرمی. بفرمی. لازم نیست کفشتون رو در بیاریم، بفرمی. یا الله. پسر بزرگ دمه صاحبه، اون خانم هم زنشه. سلام. سلام آقا، ببخشی مزاحم شدیم. میشه یه نگاهی به خونه بندازیم؟ میشه اول بگین قضیه چیه؟ من سروان عزیزی هستم، برای بازرسی هم حکم داریم. اون که نشد حرف. حکم از کجا دارین؟ از کی دارین؟ برای چی دارین؟ دنبال چی هستی؟ دنبال طاهر فردوس هستی. من پلیس مواد مخدر هستم. مواد مخدر؟ بله. مواد مخدر چه ربطی به پسر من طاهر داره؟ حتما ربط داره که دنبالشیم. ببین جناب سروان، من یه سال این بچه رو ندیدم، یعنی یه جورایی غضبش کردم، اما میدونم اون تو عمرش حتی لب به سیگار نزده، چه برسه به مواد و پواد و اینجور چیزا. ببین عوضی حالتون شده. نه آقای فردوس، عوضی حالمون نشده. ده شده ده. این بچه من اصلا تو عمرش چشش به این آتشخالا نخورده، چه برسه به این که مصرف بکنه. با توجه به حجم موادی که ازش گرفتن نمیشه گفت برای مصرف شخصی بوده. ده نه اون کارش یه چیز دیگه است. نه این که بگم به کارش افتخار میکنم، به گینگی ننگم دارم، ولی اون کارش توی رانندگی کامیونه برای مؤسسه باربری کیوان بار. تنه درخت میزنه برای کارخونه‌های چوب باری. بسه. ببین جناب سرباز، اون نمیتونه این کارو بکنه. بدبختی پدر مادرها اینه که دیر میفهمن بچه هاشون چه کارهایی میتونن بکنن. محض اطلاعاتون عرض میکنم، به صداد ما تلفن میشه، مشخصات ماشین و راننده ای رو میدن که حامل مواد مخدره.
از این تلفن ها ما همیشه داریم، بعضیاش درست در میاد بعضیاش نه، ولی ما مجبوریم همش رو پیگیری کنیم. با مامورین تماس گرفته میشه و مشخصات ماشین داده میشه. مامورین ما ماشین رو جلوی یک رستوران پیدا میکنن، البته بدون راننده. راننده وقتی از رستوران میاد بیرون و مامورین ما رو میبینه فرار میکنه. اون راننده پسر شما طاهر فردوس بوده. تو ماشینش 3 کیلو تریاک پیدا شده. ای خاک به سرم. 3 کیلو؟ هیچ اشتباهی در کار نبوده آقای فردوس. پسر شما قضیه رو میدونسته، که اگر نمیدونسته دلیل نداشته فرار کنه. قضیه روشنه یا بازم توضیح بدم؟ چی دارن میگن آقا فردوس؟ اگر همش درست بشه. با اجازتون خونه رو میگردیم. آقا فردوس، حتما یه اشتباهی شده، من میدونم. آتی جون یه رسه سب کنی، سکته میکنن ها. آقا ای خدا چه خاکی تو سرم بریز. بچه داره بالا گریه میکنه. آقا بفرمایید. آقا انیس با تو هم، بچه داره بالا گریه میکنه. اومدم دیگه. آقا صابر شما یه چیزی بگو، نمیخوایی چی بگی؟ چی بگم آقا جون؟ اینجا نشستن دیگه. من میدونم، به خود خدا قسم که طاهر من علیه این حرفا نیست. کسی نمو بابا مورد مشکوکم نبود. مورد مشکوکم نهیدم. ببخشید باعث زحمت شدیم، ما فقط وظیفمون رو انجام دادیم. به هر صورت باش تماس داشتیم، بهش بگیم که خودش رو معرفی کنه. فرار کارا رو بدتر میکنه. خدا حافظ. خدا حافظ. درست مثل یه کابوس میمونه. تو شوهرت خوب میشناسی؟ بله آقا جون. خیلی خوب. بیشتر از هر کسی تو دنیا، حتی از پدر و مادرش هم بیشتر. یعنی انقدر میشناسی که فکر میکنی ممکنه اون این خطا رو نکرده باشه؟ مطمئنم. مطمئن؟ اینقدر مطمئنم که میدونم اسمم ستایشه. منم همین توقع رو داشتم. وقتی همچین مورد پیش میاد باید بدونی که حتی اگه همه بگن اون خطا کاره، تو فکر کنی که شاید اشتباه میکنم. اگه همه دلایل اونو گناهکار بدونه، تو باید فکر کنی که اون گناهکار نیست. آخه آقا جون چجوری میشه ثابت کرد؟ معنی ازدواجی نیست که دو نفری زیری سقف زندگی بکنن و بچه بیارن، یا مثل قصه های قدیمی خوش و خرم به زندگیشون ادامه بدن. معنی ازدواج اینه که دو نفر تنها با هم جمع میشن. به نظر ساده میاد اما خیلی مهمه. به این دلیل مهمه که اگر یکیشون دچار مهلکه بشه، اون یکی هست که کمکش بکنه. اگه یکیشون بیفته تو چاله، اون یکی هست که دستشو بگیره. اگه پای یکیشون بشکنه، یاری هست که عصای دست اون بشه. الان شوهر تو دچار مهلکه شده. به جای اینکه بشینی و قصه بخوری، قرص و محکم بلند شو و اون از مهلکه در بیار. این معنای ازدواجه. خیلی دوست دارم آقا جون. نمیدونم اگه شما رو نداشتم چی کار میکردم. بازم قرص و محکم وامیستی مثل یک زن واقعی. آتی جون، آتی جون، این قرص رو بخوری. نمیخوانی چی بگی؟ آتی جون باز شروع کردی؟
هنوز که چیزی معلوم نیست. آقا جون چرا حرف نمیزنین؟ آخه یه چیزی بگین. چی بگم؟ چی میتونم بگم؟ اون موقع که گفتم که گوش کرد؟ کی فهمید؟ عین سلاطون رو این دل صاب مردم و عقده شده که پسرم رفته دنده صد تا یقات چاق میکنه. همش واهمه داشتم به دوست آشنا و در و همسایه اگه بفهمن چی جواب بدم. حالا باز شرم داشته باشم از یه چیز دیگه؟ حالا باز شرمنده باشم که پسرم رفته قاچاقچی شده؟ این درست نیست. محاله. طاهر من محاله همچی کاری بکنه. چی محاله؟ من به پلیس گفتم محاله. کجاش محاله؟ بی پول باشی، یه زن افتاده باشه گردنت، چشم هم نزده دوتا زنگوله افتاده باشه به پات، خودت هم نخوای خودتو تو خودت بشکونی، خودت هم نخوای کم بیاری، نخوای به بابات بگی غلط کردم، معلومه؟ میفته تو رای کج. معلومه وقتی نمیتونی دخل خرج بکنی به هر بند کثافتی آویزون میشی. من به این بچه گفتم، گفتم این دار دسته بدبختت میکنم، ولی شماها یه جوری به من نگاه کردین که انگار دارم کف میگم. گفتم پسر این خونواده وصله تن ما نیست، تو گوشه هیشکی فرو نرفت. ولی من از اول میدونستم، من لا مروت میدونستم و میسوختم و هیچی نمیگفتم. بفرما، حالا بفرما، جارو خاک انداز بیار جمعش کن. داخل چیو جمع کنم؟ چیو جمع کنم؟ طاهرم کجاست که جمعش کنم؟ آتی جون اینو بخوری. نه هنیز جون، میل ندارم، نمیخورم. از صبح تا لایی چی نخوردی؟ از پا میافتینا، اینو بخوری. انا برای شما میتی که گوش میندازم تو مایتابه. Thank you.
جای کار گیر داره. هرچی فکر میکنم تو کت من نمیره. یه جای کار اشکال داره، ایراد داره. کجای کار ایراد داره؟ گیرم که همه چی درست باشه. زندگی بهش زور آورده و طاهر دست به یه همچی کاری زده. بچه من محال همچی کاری بکنه. بذار حرفمو بزنم. صحبت سر این نیست که این کارو کرده یا نکرده. من میگم کرده. من میگم کرده. مواد خریده، تو کامیونش جاسازی کرده، اینجا مشتری داشته، آورده بفروشه، پول فلهی به هم بزنه، چاله چوله زندگیش رو استریز بکنه. همین فردا درست. نه، یه جای کار گیر داره. فرض که همه اینا درست باشه. ببین اونی که از اینجا راپورت داده کیه؟ افتاد؟ چی شده نیست جون؟ ببخشید دادی جون، قضای آقا بود. من چیزی نمیخورم. ببین لاپورت که از اونجا ندادن که اونجا از هر کی خریده، هر کی مشتریش بوده، هر کی واسطش بوده دم نزده، هیچی نگفته. یه نفر از همین جا، از تو همین تهرون میدونسته و پلیس رو خبر کرده. کی میتونه باشه؟ یعنی فکر میکنی کی بوده؟ اینو نمیدونم، اما میفهمم آشنایی، دوستی، رفیقی، دشمنی، فقط باید اونجا. حالا کجا داریم میری؟ همون گاراژی که طاهر توش کار میکنه. سر خط باز از اونجا بگیرم. خدا انقدر فکر نکنی، به خدا درست میشه ها. آتی جون امشب تولد نرگزه، ماما اینا میان اینجا، من یادم رفته بود کیک سفارش بدم، دارم میرم کیک بگیرم. اگه داداشم میوه آورد بگین زیور بشوره بذاره تو آشپزخونه. باشه 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 باشه. زیور، 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 کدوم گوری هستی صد بار صدات کردم؟ خانم خودتون گفتین توالت بشورم. خیلی خوب، حواست به بچه ها باشه تا من برگردم. ببین این کارت اینجا تموم شد، میری ظرف رو از تو کابینت میکشی بیرون، قشنگ میشوری خوش میکنی میذاری همونجا. تا من برنگشتم نذاری بری بگی دیرم شده بود ها. نه نمیرم، من شب با آژانس میفرستم.
نازگل بشین اینجا تا من بیام. جانم الو الو ستایش طاهر، طاهر کجایی؟ من که نصف جون شدم. بگو چی شده طاهر، چی شده؟ الان هیچی نپرس، بعدا همه چیزو بهت میگم. الان فقط گوش کن. گوشم با توه. بگو. رستورانی بود که شب اول ازدواجمون با هم رفتیم، دل و جگر خوردیم. یادته؟ آره. هرچه پول تو خونه داریم با خودت ورد و ساعت 8 بیا اونجا. خب طاهر الان هیچی نپرس. دو ساعت دیگه باشه. ستایش اون سکه هایی بود که مادرم گذاشته بود تو پر قنداق محمد. منم با خودت بیا. خدافظ. خدافظ. فرمایه با صاحب اینجا کار دارم. فرمایی صاحب اینجا تویی؟ روزای تعطیل بله. من با صاحب روزای غیر تعطیلش کار دارم. بفرمایی روزای غیر تعطیل تشریف بیاری. از شیطون لعنت. صد با از آشنایی که هستیم چه میزنی؟ آره یه طورایی. خب چرا نگفتی قربونت برم؟ خب میگفتی فامیل آقای بخشی هستی. تا عرض کنم خدمت آقای خودم که ایشان امروز تشریف ندارن. اینو که همون اولم گفتی؟ ها گفتم ایشون منزل تشریف دارن. خونش کجاست؟ عرض میکنم خدمتتون. همون سمت شب لطفا. من همینجا پیدا میشم. منم. سلام علیکم. شما این لطفا یه خوده صبر کنین. بفرمایین. دستمالش هم بیاریم بالا.
بابا دمت گرم. سلام از گرم قربان. معلومه که زن مرد صفتی هستی. ببین زنی که برای دادن بدهیش به طلبکارش اینجوری بیاد ها، معلومه که زن نیست، مرده. بسه باید بهش گفت شیر زن. صرف کن یه چای ازت بریزم. چای نمیخورم. پاشو جمع کن باید بزنی به چاک. بزنم کجا؟ بزنی به چاک. مگه اصطلاحتون همین نیست؟ نه ما میگیم بزن جاده. ولی خب برای چی بزنی به چاک؟ برای اینکه پدر پسر دنبالته. تا چشم به هم بزنی پشت در خونت وایساده. بازم بگم؟ سلام علیکم خانم. سلام علیکم. بفرمایید. ببخشید منزل حاج آقای بخشی اینجاست؟ بله اینجاست. حاج آقا تشریف دارند؟ نه خیلی منزل نیستن، رفتن مجلس خط، همین مسجد سر کوچه. بپرسید بهتون نشون میدن. خیلی ممنون. اما آمار ما رو از کجا گرفته؟ هنوز نگرفته اما میگیره. راه افتاد بره گاراژ. اونجا هم قضیه دو سال پیش و تو و اون جاسازی تو کامیون رو بهش میگن. راه میفته میاد اینجا. بازم بگم؟ لعنت بر شیطون. ببین غلامی، اگه نجنبی تا یه ساعت دیگه به خودت لعنت میفرستی. بیا اینم پولات. این همشه؟ اینم بقیهش طلاها. خانو شما میخوای ما رو دستگیرمون کنن؟ گفتم که اینا تابلوس نمیتونم آبش کنن. یه دقیقه زبون به دهن بگیر. اینم کاغذ خریداش. حالا میجنبی یا وای میسی تا بیاد سراغت. آخه ما با این اسباب اساسیامون چیکار کنیم؟ چجوری بارش بزنیم؟ این آتشخال رو برای چی میخوای؟ به چه دردت میخوره؟ آتشقال کدومه خانوم؟ اینا یادگارهای بابای خدا بیامرزمه، میراثیه. اصلا بعضیش عتیقه است. ببینین عتیقه. این جواب عتیقاتو میده؟ از شما درد نکنه. کاغذ خریدنم آوردی؟ غلامی راه میفتی یا قبل از اینکه اون برسه خودم با دستای خودم خفت میکنم. نوکرتم خانوم. آخه چرا انقدر کفری میشی؟ من که حرفی نزدم. گورو بابای همه این عتیقا. شما سلامت باشید. فقط قبل از رفتن شما به من اجازه بده که یه خود خودم رو بسازم که بتونم تو خیابون راه برم. خیلی خوب بیا برو. نوکرتم. طولش ندیا، من باید برم، دیرم میشه. آخرش میترسم سر خودم کنار سر تو به باد بدم. خدا نکنه. وای نسی پای چراغ طولش بدیا. چشم، تو خیالت راحت باشه. من سست خودمو میسازم و فلنگو میبندم. باشه باشه. یه برو دیگه. خدا خدا بخشید. بله. سلام علیکم. علیکم السلام. منو میشناسی؟ یادتون میاد؟ بله آقای فردوس، پدر طاهر. لابد شنفتین چه اتفاقی افتاده. بله شنیدم اما باور نکردم. باورم نمی کنم. بهتره اینو به مامورین بگین. گفتم اما اونا هم ظاهرن حرف منو باور نمی کنن. دیگه از این باور می کنن و باور نمی کنن باید بگذاریم. اومدید که همینو با من بگین؟ نه اومده بودم بگم چه طاهر این کارو کرده باشه چه نکرده باشه، یه چیزایی تو این قضیه هست که یه کمی بو میده. یعنی یه کسی سوسه دونده. یعنی یکی از همین تهرون زنگ زده مواد مخدر
اسم طاهر و شماره کامیون طاهر داده. افتاد؟ ببین، گیر کار منم اینجاست. طاهر تو این گاراژ دوستی که بهش نزدیک باشه و باش بده بستون داشته باشه یا نه اصلا دشمن نداشته؟ والا حقیقتش اینه که آقای فردوس پسر شما جوونیه که هر کی میدیدش دوستش داشت، هر کی هم میشناختش قبولش داشت. یعنی هیچ کسی که یه جورایی با طاهر با چرا؟ یکی دو سال پیش چرا؟ موقع تولد دخترش یه چند وقتی کامینشو دادم به یه راننده دیگه. تو نگو یارو تو کامین طاهر جاسازی درست کرده بود، بعد طاهر فهمید و یقه یارو رو گرفت. منم پسره رو اخراجش کردم. اسم این پسره چی بود؟ غلامی. من باز با این غلامی دو کلم حرف بزنم. آدرسشو داری حجی؟ آره دارم. بده من گیرش میارم. اگه اینجا مونده بودی یا از گوشنگی میموردی یا خماری فلت بشم. بریم عزیزا. آقای غلامی سلام علیکم. اتاقی گل نوکرم چاکرین. سفر داشتیم بریم به سلامتی؟ نه خیلی، یعنی بله، یه کاری هستم خورده تو بندر توپ، اینه که میرم خودم بسازم برگردم. بایزن آقا غلامی؟ جونم نه شدی نتم کتاب یک دو ماه این راست گفت که جون راستو گذاشته بودم برات کنار این هاش. ببین درمت گرد که یاداری کردی بفهم نوکرتم قربونه برگردم تلافی میکنم. خیلی ممنون. السلام عليكم.